با درودی متوازانه خدمت شما بینندگان تلویزیون اندیشه، بعد از دو سه هفته غیبت به علت سفرم به انگلستان و شرکت در چند برنامه علمی در شهر لندن خدمت شما برگشتم و از اینکه بعضی از دوستان لطف کرده بودند در این مدت ایمیل هایی فرستاده بودند سپاسگزارم. به هر حال من هم فکر میکنم دلم برای این دیدارهای از راه دور تنگ شده بود. دلم میخواد در ابتدای برنامه به علت یه ربط به خصوصی که داره به چند یعنی گزارش این سفرم رو اول بدم. من بعد از ورودم به شهر لندن در خدمت خانم دکتر نازی اکبری از مرکز مطالعات ایرانی دیداری کردیم و افتخار گفتگو و آشنایی با آقای دکتر آجودانی رو در کتابخانه ایرانیان پیدا کردم و اونجا متوجه شدم که این مرکز که فعلا به صورت کتابخانه هست ولی مکان بسیار فراهم و مهیایی داره برای توسعه فعالیت‌هاشون، از عزیزانی در رشته ما مثل خانم دکتر ملک روانپزشک سرشناس لندن و دوستان دیگری مثل خانم دکتر اکبری و مددکارانی دارن یاری میگیرن که یک نوع مرکز مدد رسانی به ایرانیان رو در اونجا گسترش بدن با فعالیت‌های منظم به اصطلاح توانبخشی به ایرانیانی که احتیاج دارن در این زمینه ها کمک بکنن. اینا کتابخانه بسیار منظمی بود که خب تصاویرش رو دارم الان ولیکن نمیتونم به اصطلاح به شما نشون بدم. در یک برنامه دیگری که به همت گروه روانپژوهان ایرانی مقیم لندن که روانپزشک و روانشناس هستند در کتابخانه کنزینگتون یک سخنرانی برای عموم ورود آزاد و رایگان گذاشته بودند که بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود و در اونجا من از در واقع اصول اولیه خودکاوی و تغییر در بزرگسالی به خصوص مبحث سایه ها و نبرد انسان در زندگی با سایه های فردی و سایه های جمعی یا به قول یونگ کلکتیو شادوز صحبت شد که خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت. یک گفتگوی در واقع زنده با آقای رفعت در کیهان لندن پیش آمد که من اول چون گفته بودن کیهان خیلی غیر رسمی و با کلاهی که بر بارون به سرم گذاشته بودم وارد اونجا شدم و متوجه شدم که کیهان لندن دیگه تبدیل شده به یک رسانه و تلویزیون و اینا اونجا بود و دوربین های ضبط و خب دیگه برای من از من به اصطلاح سوال شد که مگه اشکالی هست شما اینجوری به گفتگو بنشینیم. منم گفتم نه و نشستیم اونجا و یه مصاحبه کردیم که شنیدن این مصاحبه رو یا دیدن این مصاحبه رو بهتون پیشنهاد میکنم. رو فیسبوک من گذاشتن و الانم از کارشناس فنی برنامه تقاضا میکنم که یک چار پنج سه چهار دقیقه اون رو بذاره به دلیل اینکه سوالات بسیار خوبی رو آقای رفعت مطرح کردند و من هم در حد بضاعت علمی خودم به این سوالا پاسخ دادم، ولی وقتی برگشتم و این مصاحبه رو نگاه کردم خیلی خوشم اومد. هم رو یوتیوب میتونید اونو ببینید هم رو فیسبوک من. الان خواهش میکنم یه چند دقیقه از این رو به اصطلاح پخش بکنید و ببینید چرا برام این مصاحبه اهمیت داشت. بعد به بقیه گزارش سفرم میپردازم.
جامعه ایران در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری روبروست و نه تنها مشکلات اقتصادی، به نوعی میشه گفت که جامعه ایران با مشکلات روانی هم روبروست در این سالها. اگر ما نگاهی بیندازیم به آمار خودکشی در ایران، نزاهای خیابانی، پرخاشگری مردم، میبینیم که جامعه ایست که از سلامت روانم برخوردار نیست. چرا این جامعه با این مشکلات روانی درگیر است؟ موضوع بحثی است که امروز با خانم دکتر نهضت فرنودی خواهیم داشت. خوش اومدین خانم فرنودی. ممنون از دعوت شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم. چرا جامعه ما این همه مشکلات روانی داره به گفته آمار و به گفته خب کارشناسانی که در داخل کشور هستند؟ خب من باید از شما سوال کنم که چرا نداشته باشه. به عبارت دیگه اگر من نقل قولی کنم از اریک فروم در کتاب جامعه سالم یا سینرژیک سوسایتی و نقل قولی بکنم از ابراهام مزلو که هایرارکیز آف نید یا سلسله مراتب نیازها رو توضیح میده، میبینید که انسان برای اینکه رشد سلامت داشته باشه یا از سلامت روانی برخوردار باشه میبایست در فضای زندگی کنه که در تأمین نیازهای اولیه خودش خیلی با چالش و با گرفتاری روبرو نباشه. سپس باید در محیطی زندگی کنه که از امنیت نسبی برخوردار باشه و یکی از بخش‌های امنیت که مهمترین بخش امنیته، امنیت در بیان احساس، بیان عقیده و بیان نظریاتی که شما راجع به جهانبینی خودت داری، راجع به باورهای خودت داری و راجع به اون ایستگاه عقیدتی که توش قرار داری. بنابراین وقتی که به ایران امروز ما نگاه میکنیم، میبینیم به لحاظ اقتصادی جز یه طبقه‌ای که گرفتار یک نوع فساد و انحصار طلبی مالی هستن، بقیه مردم در تأمین نیازهای پایه خودشون سخت گرفتارن که این خودش میتونه اضطراب، افسردگی و تشویش به همراهش داشته باشه. به لحاظ امنیتی جز یک گروه بسیار اقلیتی که یا تشابه باوری با رأس هرم قدرت دارن و یا اینکه در تظاهر این تشابه موفق هستن، بقیه مردم دائم در ناامنی به سر میبرن. چنین جامعه‌ای خواستگاه بسیار خوبی برای رشد انواع روان نژندی ها و حتی روان پریشی هاست. یکی از مسائلی که خیلی همه دربارش صحبت میکنن در ایران پرخاشگر شدن مردمه، یعنی به سادگی مردم از به قول معروف از کوره در میرن و شروع به پرخاش میکنن. این دلیلش فقط این مشکلات مالی است یا اصولا چیزی در اون جامعه به هم خورده که درجه تحمل مردم رو پایین آورده؟ بله، بذارید من از دید یک کمی حرفه‌ای‌تر و چون من یه مقداری تخصصم نوروسایکولوژی هست یا عصب‌شناسی رفتار، از اینجا صحبت کنم که واکنش ما نسبت به محرکات دنیای بیرون یا از بخش هیجانی مغز ما و بخش غریزی مغز ما سرچشمه میگیره یا از بخش فکور و سنجیده مغز ما. ما پرخاشگری یکی از فعالیت‌های یا واکنش‌های تند نسبت به محرک‌های بیرونی از واکنش‌های رپتایل برین یا مغز حیوانی ماست یا مغز هیجانی ماست که کاری که این قسمت از مغز می‌کنه بخش لیمبیک مغز است و بخش امگدلا که مثل مرکز اورژانس‌های مغزه. ما در روانشناسی بقا وقتی که در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که فرصت
پروسس کردن یا فرصت فرستادن تحریکات مغزی رو به بخش مغز انسانی خودمون نداریم، یک میونبر سری میزنیم و در مرکز لیمبیک هیجان رو تجربه میکنیم و میفرستیم به مرکز امگدلا که در اونجا فقط دو تا کار بیشتر بلد نیست این مرکز: فایت اور فلایت، بجنگ یا بگریز. و این از ویژگی های روانشناسی بقاست. در روانشناسی رشد که همونطور که گفتم انسان از اون امکانات اولیه برخورداره، اون وقت واکنش های مغزی فرصت پیدا می کنند تا به مغز پیشانی ما که بخش انسانی مغز ماست. برای اینکه اینو یه خورده توضیح بدم، ما با شامپانزه‌ای که زیر ما قرار داره بزرگترین فرقمون در درصد و حجم مغز پیشانی پریفرانتال لوب در شامپانزه 10%، در انسان ناگهان در جهش تحولی که ما رو انسان دوپا یا نیاندرتال ساخته، این بخش به 30 تا 31% رسیده. از ویژگی های مغز پیشانی اولیش ایموشنال رگولیشن یا تنظیم عواطف و هیجاناته، که این تنظیم عواطف و هیجانات سبب میشه که ما پیام ها رو از اون مرکز مغز حیوانی یا فایت اور فلایت عبور ندیم، بلکه از کجا عبور بدیم؟ اول از مثل این رگولیترهایی که در اتاق حرارت رو تنظیم میکنن، نه داغ داغ نه سرد سرد، عواطف ما هم در این بخش از مغز تنظیم میشه. سپس یک ویژگی، بله، این گفتگو بسیار جالب بود، به خصوص که آقای رفعت در دنبال این مبحث از مسئله سقوط اخلاق در ایران صحبت می کنند و علت سقوط اخلاق رو جویا می شن. واقعا بهتون توصیه می کنم این رو یا رو فیسبوک من کمی الان هست ببینید و استدعا میکنم وقتی میبینید شیر کنید، پست کنید که دیگران ببینند، و یا در یوتیوب. بعد از این به اصطلاح مصاحبه، یک رخداد دیگری هم در زمان اقامتم اونجا اتفاق افتاد و اون یک سمینار نیمروزه ای بود که به همت خانم دکتر مینا طاهری یا دلاویز که عضو هیئت علمی بیمارستان سنت تاماس و کالج وابسته به اون هستند در رشته روانشناسی و پین منیجمنت یا مدیریت درد، که یک نگاه ویژه‌ای نسبت به رابطه دردهای بدنی با اختلالاتی مانند افسردگی، مانند اضطراب، مانند جابجاسازی رنجهای عاطفی با دردهای بدنی در اونجا فعال هستند. ایشون لطف کردند اولا یه توری در از بیمارستان سنت تاماس به من دادند که برام بسیار جالب بود، در یک روز قبل از این سمینار و آشنایی با چند چهره بومی در اونجا. و سپس در روز کنفرانسی گذاشته بودن که تقریبا موضوع گسترده تری از سخنرانی دانشگاه کتابخانه کنزینگتون بود و اون موضوع بود تغییر در بزرگسالی و اصول اولیه خودکاوی، که در اونجا به شکلی خودم راضی بودم و خب محبتی که شرکت کننده ها کردن و ابراز رضامندی که در اونجا شد از اینکه چالش بزرگ ما در تغییر در بزرگسالی مسئله کار کردن رو سایه های خودمون هست، یا شادوها یا مپسی که
یونگ روش تأکید بسیاری کرده. در اینجا به اصطلاح ما موفق شدیم که این مفهوم رو جا بندازیم که هر وقت که دنیای بیرون تعادل روانی ما رو به شدت برهم میزنه یا در ما واکنش‌های غیر منتظره به وجود میاره، ما با شادوهای خودمون روبرو هستیم و تلاش داریم میکنیم که این سایه ها یا شادوها رو از طریق فرافکنی به دنیای بیرون پرتاب کنیم تا از رنج خودمون کاسته بشه. اینجا من یه توضیحی برای شما بینندگان عزیز بدم، چون در یک دو هفته آینده من این مبحث رو در اینجا هم باز خواهم کرد به دلیل اهمیتی که داره. سایه های ما چیستند؟ انسان با سایه به دنیا نمیاد. انسان به صورت یک هستی یک پارچه یا یک بینگ که شکسته شده یا فرگمنتد نیست به دنیا میاد. اما وقتی وارد یک محیط میشه، یا این محیط هستی او رو همان گونه که هست میپذیره و برای او فرصتی برای رشد به وجود میاره، یا محیط با انتظارات خودش شروع میکنه بخشی از او رو میپذیره و ترغیب میکنه و تشویق میکنه و جایزه میده و بخش دیگری از او رو پس میزنه، ترد میکنه، نمیپذیره و لذا به زیرزمین وجودش سرکوب میکنه و پس میفرسته، که این نیمه واخورده ما، سرکوب شده ما، پس زده ما شادوهای ما رو به وجود میارن. بنابراین سایه های ما یا شادوهای ما نیمه پذیرفته نشده و سرکوب شده خود ماست، نیمه ای که ظهورش در ما شرم و خشم یا حس گناه تولید میکنه. ولذا ما یاد میگیریم که با سرکوب کردن اون و مخفی کردنش و پنهان کردنش، خود پذیرفته شدمون رو، اون پرسونا یا اون ماسک پذیرفته شده اجتماعی رو به نمایش در بیاریم، تو وترین زندگیمون در معرض دید قرار بدیم و اون سایه ها رو تو پستو مخفی کنیم. اما اون سایه های مخفی شده در پستو بیجون نیستن. طبق قصه مولانا، اینا اون ماریان که منتظر آفتاب بغدادن، اون مار یخزدهیان تو کیسه مارگیر که منتظر آفتاب بغدادن تا جون بگیرن، و به محض اینکه جون بگیرن اولین کسی که میگزند ما هستیم، چون ماییم که داریم اونو رو کولمون حمل میکنیم. لذا این بخش از وجود ما معمولا خودش رو بر روی دیگران
فرافکنی میکنه، تخلیه میکنه. مثلا فرض کنید من موجود حسودی هستم که تو بچگی اگر یه کسی یه چیزی داشت و من نداشتم، من اونو یا از بین میبرم یا از دست اون میگیرم یا یه جای قایم میکنم و برای این مسئله من تنبیه میشم، حسود خونده میشم، شرمنده میشم و یاد میگیرم که بخش حسود خودم رو پنهان کنم. اون وقت این بخش حسود من این حسادت رو در دیگران فرافکنی میکنه و به دیگران نسبت میده. خب در نتیجه اون موجود قربانی سایه های من میشه. یا اگر من خسیسم و از خست خودم احساس شرمندگی میکنم و تلاش دارم در میان دیگران خودم رو یک موجود سخاوتمند نمایش بدم، دنبال فرصتی هستم که این خست رو به دیگران بر بتابونم، بر بتابونم و این شرم و این سرفکندگی رو به دیگران بدم که هنوز خودم در برابر این دیگران سرفکنده قامت بلندتری پیدا کنم. یا فرض کنید اگر من موجودی هستم که هیچ نوع وفاداری و وفاجویی و وفاخویی رو ندارم و در پستوی وجودم به هیچ کس وفادار نیستم، این بیوفایی رو به دیگران دائم نسبت بدم، کاری که آقای ترامپ دائم میکنه شبانه روز. لذا یعنی مردی که به همسر اول خودش، مادر سه تا فرزندش وفادار نبوده، به همسر دوم خودش وفادار نبوده، به همسر سوم خودش طبق اون نوارهایی که بیرون آمد، ویدیوهایی که بیرون آمد نبوده، دائم تو کاخ سفید و تو نزدیکانش و تو کسانی که انتخاب کرده دونه دونه فایر میکنه، اخراج میکنه به این بهانه که For me the loyalty is number one. برای من وفاداری حرف اول و آخر رو میزنه. هلو، یا حکومت مردان ایران سخن از پرهیزگاری و تقوا میکنم، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. رئیس قوه قضاییه، فساد مالی که از رئیس قوه قضاییه بیرون آمده. حالا یه مبحث جالبی که از هفته های آینده راجبش صحبت میکنم، این مبحث سایه ها هست در رابطه با سایه های جمعی ما که چه فاجعه هایی میآفرینند، چون یکی از راه های تخلیه سایه ها فرافکنیه، یک شیوه دیگرش ایدئال سازیه. شما فکر کنید چرا یک موجودی با سابقه و تاریخ از فساد گرفته، از ستم گرفته، از بی‌عدالتی، از حقبازی، از زیرکی‌های مالی، از ستم بر زیر دستان، همه اینا گرفته، یهو در آمریکا میاد میشه رئیس جمهور. رئیس جمهور یک کشوری که دم از دموکراسی میزنه، دم از عدالت میزنه، دم از شفافیت میزنه، دم از و و و و. چطور میشه؟ سایه های جمعی یک ملت، اون بخش نجات پرستی که تو پستوی تاریخش مخفی کرده، اون بخش مسجنیست یا زنستیزیش
یا سکسیستش که در پستوی زندگی مخفی کرده، هم ناخودآگاه زن هم ناخودآگاه مردش. شما میدونید چه زنانی خشم داشتن از اینکه هیلاری کلینتون بالاترین قدرت این کشور بشه، به دلیل اینکه در ناخودآگاه جمعیشون زن قدرتمند ترسناکه، مادر قدرتمند میشه فالیک مادر، یعنی مادر مغلوب سازه، ولی پدر قدرتمند امنیت بخشه. جز سایه های ملی این کشور اون زن لیتل هاوسه که تو خونه از صبح تا شب میسابه و میشوره و اوتو میکنه و سالی یه دونم بچه به دنیا میاره و بچه ها رو جمع میکنه و پدر با اسب از بیرون میاد و پوتیناشو لیتل هاوس از پاش، زن لیتل هاوس یا خانه کوچک پوتیناشو از پاش در میاره، به بچه ها میگه که پدر خسته است، باید حالا استراحت کنه، غذای گرم بیاد رو میز، مادر غذا رو تهیه کرده اما پدر سر میز تقسیم کنه. این ناخودآگاه جمعی زنان تحصیل نکرده میانه آمریکا رو بر علیه خانم هیلاری کلینتون، زن لایق، زن قدرتمند، زن تحصیل کرده، زنی که حرف برای گفتن داره، پالیسی عوض میکنه، بر علیه او و به نفع مردی که به زنش خیانت میکنه، به هر زنی میرسه دست اندازی جنسی میکنه، زن و آدم حساب نمیکنه، عروسک جنسی میدونه، باید خوشگل باشه، باید سایزش اینجوری باشه. به ایوانکا نگاه کنین، به هر زنی که دورور دونالد ترامپ هست نگاه کنین، بازیچه جنسی، قدش اینقدر باشه، باریک باشه، موهاش اینجوری باشه، اینجوری لباس بپوشه، تا نیم نگاه حضرات عالیه رو به خودش جذب کنه، به اون رأی میدن. سایه های جمعی سایه های جمعی، یا آقای روحانی با نیروی زنا قدرت میگیره، قول میده تو کابینه زنانو بیاره ولی موفق نمیشه. سایه های جمعی یک ملت، سایه های جمعی یک ملت سبب میشه که بر علیه معیارهای مترقی میان آقای خمینی رو بر سریر قدرت می نشونن. حتی روشن فکرانی که در بیرون تبل چپگرایی و کمونیسم و عدم باور به الهیات رو می زنند، در تنهایی قسم حضرت عباس می خورن، یا به هنگام درگیری با مشکلات و معضلات نظر میکنن. ما در میان خود بچه های همردیفان خودمون داشتیم که میگفت من که اعتقادی ندارم به خدا و اینا، ولی کن یه همچین گره تو کارمون افتاده، تو از طرف من نظر کن. سایه های یه کمونیست پس زده های دینیش اون وقت در رسیدن آقای خمینی به قدرت کمک میکنه، چون ایدئال سازی میکنه. مردی رو که میگه من تو دهن آمریکا میزنم، ایدئال سازی میکنه، گرایشش ضد امپریالیزمه، ولی نمیفهمه این آدمی که میخواد تو دهن آمریکا بزنه چقدر با معیارهای مورد پذیرش او همخوانی داره. سایه های قومی و تاریخی و جمعی و ملی کشورها وقتی به صحنه های اجتماعی واریز میشن یا ایدئال سازی میکنن یا فرافکنی میکنن، مصیبت های تاریخی خلق میشه.
من در اینجا خطوط رو برای اظهار نظر شما عزیزان باز میذارم، 818-301-8000. به هر حال سفر لندن سفر بسیار پرباری بود برای خود من، از ایرانیان لندن که بسیار گرم و صمیمانه در هر مقطعی پذیرای من بودند ممنونم. فضای بسیار مساعدتری برای روانشناسی علمی یافتم اونجا رو، مثل اینکه دور از هالیوود بودن روانشناسی نمایشی رو کم اعتبارتر میکنه، که به هر حال ممنون این مهمان نوازیشون هستم. بفرمایید دوست عزیز، با شما. سلام علیکم. سلام آقا، بفرمایید. ببخشید خانم فرمودی، من یک لحظه الان کانال عوض کردم، دیدم شما در راجع به انقلاب سال 57 و چطور شد آقای خمینی انقلاب کردن و توده یا کمونیست ها کمک کردن اینا. خانم فرمودی ببخشید، خود جنابایی تو زمان آقای بازرگان همکار بودیم، توی دفتر کار میکرد، الان چطور شد افکارتون عوض شده؟ نه خیر، اجازه بدید اگر صحبت کردید بذارید من صحبت کنم. میشنوید من رو بذارید من صحبت. من مثل بسیاری از دانشگاهیان آن روز برای ایران آرزوی دموکراسی داشتم، دموکراسی که در زمان پادشاه فقید جاش خالی بود. یادتون باشه ما از آمریکا اومده ها در توهم این بودیم که ایران فضایی داره که میتونه دموکراسی از نوع دموکراسی غربی رو تحمل کنه. این خطا بر ماست. اجازه بدید صحبتم تموم شه، به شما فرصت میدم. اجازه بدید فرصت. شما فرمودید من در دفتر آقای بازرگان کار میکردم، این غلطه. من هرگز حتی بنا به پیشنهاد زنده یاد مهندس بازرگان که بسیار بهشون احترام داشتم، هرگز عضویت نهضت آزادی رو هم نپذیرفتم. تا امروز که پیش روی شما نشستم اذعان میکنم، ادعا میکنم عضو هیچ گروه سیاسی در ایران نبودم، از چپ و راست و مجاهد و غیره. فقط من در جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی که جمعیتی بود متشکل از نیروهای چپ، نیروهای ملی مذهبی، نیروهای جبهه ملی، اسم میبرم دکتر عابدی، دکتر علی اردلان، دکتر شاهشهانی، آقای شاه حسینی، از جبهه ملی، نیروهای چپ، اساتید دانشگاه و نیروهای ملی مذهبی از جمله مهندس بازرگان، از جمله یدالله صحابی، از جمله عبدالعلی بازرگان، از جمله دکتر تابان و غیره، من در این انجمن عضو شدم که انجمن غیر سیاسی مدافع آزادی بود و جز افتخارات منه که این افراد من چلقوز رو در سن 33-34 سالگی جز خودشون پذیرفتن و هرگز هم انکار نکردم. حالا به شما گوش میدم. شما خیلی لطف کردیم زمین این که پاسختون همیشه با متانت میدین، چه سیاسی باشه و چه غیر سیاسی و مسائل خانوادگی و نماشناسی باشه با متانت صحبت میکنیم. خواهش میکنم، منم وادار میکنی که به همون دن باستون دوبار با سپاس بذارم از این بابر. خواهش میکنم. خانم فرنوزی، زمانی که من شما خیلی دوست دارم، اکثرم پای سخنان شما میشینم. لطف دارید. من اگر اشاره کردم که شما همکاری داشتید، اون همکاری اون جزی از کلامات ایرانیه، یعنی پیرو فکرشون بودید، افکارشون بودید، خطشون بودید. اصلا که دماد داخل دستگاه نگفتم که شما مشمول کار بودید، یعنی به صورتی که حمایت کننده بودید، اون افکار رو حمایت میکردید. جبهه ملی رو همیشه حمایت کردم. بله. آیا
شما ببینید در سال 57 وضعیت مردم ایران، سطح سواد مردم ایران به چه صورتی بودن، حال به چه صورتی، آیا این افکاری که مردم حال دارن و جوانای امروزی دارن با اون روز واقعا میشه مقایسه کرد؟ آیا ما اون چیزی که میخواستیم با آزادی برسیم همین بوده که رسیدیم؟ نه، اشتباه بوده. من امروز به عنوان یک زنی در آستانه 70 سالگی اعتراف میکنم که شاید بهترین راه ایران برای رسیدن به دموکراسی آن بود که وقتی پادشاه فقید ایران گفت صدای شما ملت رو شنیدم، نیروهای روشنفکر و نیروهای تحصیل کرده به صورت یک جبهه مدافع آزادی در کنار پادشاه فقید قرار می گرفتند و نیروهای مذهبی و واپسگرا رو کنترل می‌کردن. آفرین. بله. خیلی عالی. ببین حرف آخرو بزنم. من می‌خوام بگم شما راجع به حاکمیت ملی گفتید. آیا حاکمیت ملی ما الان در دست کیان؟ آیا اینا برای ما حاکمیت ملی آوردن؟ آیا اینا برای ما آزادی؟ نه، اینا یک قوم یاغی هستند. یا بودن. آیا یه آخوند مذهبی که بابا دین و مذهب و خرافات سر کار داره چطور میتونه یه مملکت 80 میلیون الان اداره بکنه یا بخواستای جوونا، بخواستای مردم یا به همین خواست؟ آقای پوتین کمکشون کرده. خب پر مسلمه در قبل از انقلاب متاسفانه روشن فکرها و اونهایی که دست به قلم بودن سکوت کردن و خب مقداری هم دولت‌های انگلیس و آمریکا به خصوص رادیوهای بیگانه. ولی ما الان 100 تا رادیو تلویزیون، بالای 100 تا رادیو تلویزیون داریم. هیچ کاری نتونستن در افکار مردم تاثیرگذار باشن یا نتونستن حداقل یه حرکتایی به وجود بیارن، حرکتایی هم که اگه به وجود اومد و به علت عدم حمایت سرکوب شدن. ولی اون موقع اون سالها فقط یه تلویزیون رادیوی بیگانه مزدور، من می‌خوام اسمش بیارم. نه یارید، ببینید خطوط من همه روشنه، اگر اجازه بدید اینجوری تمام کنیم. اینجوری تمام کنیم که من هنوز به جوانان ایرانی، به این آگاهی هایی که از خطاهای نسل ما به وجود آمده اگر صادقانه ازش گفتگو کنیم و بنویسیم، هنوز به ایران و آینده ایران امیدوارم. اوه ببخشید دوستان، روی خطوط وقتی میمونید قطع میشید. میدونم گفتگوی من و این نازنین طولانی شد، دوباره الان رو خط بیاین 818-301-8000، چون همه خطای ما روشن بود ناگهان قطع شد. بفرمایید دوست عزیز. درود خانم دکتر عزیز. خواهش میکنم خانم، بفرمایید. با سپاس از وقتی که در اختیار منه و همینطور دانشی که در اختیار همه ما بیننده ها میذارید. خانم دکتر فرنودی، شما راجع به زمان پادشاهان پهلوی صحبت کردید و در مورد دموکراسی. شما خودتون با دانش زیادی که میدونم دارید در مورد جامعه ایران بعد از زمان قاجار مگر چند سال بود که ما از اون زیر یوغ و واقعا دست بسیار ابتدایی، حتی زیر ابتدایی مردم کشور ما زندگی می کردن. پادشاهان پهلوی نمی تونستن معجزه برای این همیهنان ما که الان 40 سال داره می گذره از زمان رفتن پادشاه بزرگ ما، هنوز دارید می بینید با وجود این همه آگاهی و اینترنت و تمام آگاهی هایی که از طرف دنیا دارن، هنوز ملت ما در جهل و نادانی و خرافات دارن زندگی می کنن. ببینید شما دوست عزیز، شما اسم از خرافات بردید. ببینید بس. اگر ما انتقادی ضمن قدردانی از تمام تلاش های آبادگرایانه پدر و پسر، بله. خب ضمن این اگر ما بگیم از نظر نهضت فکری و به اصطلاح روشنگری، شما لغت خرافات رو آوردید. خب ببینید پادشاه تحصیل کرده و در سوئیس بزرگ شده ما خودش در کتابش میگه من داشتم از کجا میافتادم، ابوالفضل منو نگرداشت. خودش به این خرافات دینی، وقتی پادشاه از امکان این نیروهای خرافی
در کتابش سخن میگه نشون میده که شاید در رسوبات فکری و خرافی خودش شبیه همین ملت خرافی هست. خانم دکتر، من در این مورد با شما مخالفم. ایشون این رو، شما این رو اینجور چیز نکنید، ترجمه نکنید به اینکه خودشون خرافات داشتن. اگر ایشون اسلام زده بودن و ایشون ما کشورمون در زمانی که زنان حق رأی پیدا کردن، خیلی از کشورهای اروپایی هنوز خانوماشون حق رأی نداشت. نه، من روی این مسئله به خصوص خرافه، این برای میدونید هر وقت میخوان ایرادی از خانواده پهلوی بگیرن، با کمال معذرت اینقدر تو این حرفا رو ما 40 سال شنیدیم، برای اینکه وقتی میخوان مخالفت با سلسله پهلوی بکنن همین حرفای اسلام پناهی شاهنشاه و نمیدونم، اگر ایشون اسلام پناه بودن اون فیلمای فارسی که دیگه خود میدونید بانوی عزیز، فیلمای بسیار بانوی عزیز با لخت بودن، تمام اینها برای این بود که این حالت در مردم از بین بره. بانوی عزیز، مثل زن اروپایی به زن ایرانی نگاه بله بکنید. من با این با یه بخشی از گفته های شما موافقم. ولی ببینید شما میدانید که همزمان با آتاتورک، رضا شاه در ایران، آتاتورک محکمتر در برابر دین قد علم کرد، در حالی که خود رضا شاه کبیر که من بسیار به آبادسازی ایرانش ارزش قائلم، خودش هم تو عاشورا گل میمالید سرشو کنار بقیه ملت. شاید اون رو مصلحت میدونست اون زمان، ولی میخوام بگم وجوه تشابه ملت خرافی و پادشاهان خرافی از عوارضی که باید در آینده اشتباه نشه. ببخشید شما قطع شدید، من قطعتون نکردم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید. با درود خدمت شما. خواهش میکنم. قربان شما دارم. عرضم به حضورتون، من دو سه تا سوال از شما دارم. باید عرض معذرت دارم. نه چرا عرض معذرت؟ سوال که معذرت نداره. حالا من راستیاتش نه اینکه مخالف شما باشم، ولی الان در مورد مصاحبتون با کیهان لندن، شما به این کلاهی که گذاشته بودید آیا حجاب بود؟ نه قربون، اگه حجاب بود که اینجا میذاشتم، لندن و اینجا فرق نداره. بذارید بهتون بگم چی بود. من علتش رو عرض میکنم، با حجاب مخالف نیستم ولی شما رو هم میشناسم. ولی میخواستم، البته از ایران من زنگ میزنم. خب بگید، بفرمایید. و میخواستم اینو عرض کنم که اگر که این کلاه در واقع یک جوری نشوندهنده این بود که شما حجاب رو رعایت کرده باشید، حالا کیهان لندن هم به هر حال جسویه عمل میکنه، این رو ما هممون میدونیم دیگه، درسته؟ من نمیدونم البته. البته من جسارت به شما نمیکنم که بخوام شما رو به جمهوری اسلامی وابسته بدونم، به هیچ وجه. شما کاملا جایگاهتون مشخصه، ولی این روی کاش انجام نمیدادید. حالا من بگم خدمت تو توضیح بدم. بله در مورد آقای ترامپ، بعد من از تلویزیون گوش میدم، یا اگه خواستید رو خط میمونم که بفرمایید. در مورد آقای ترامپ که صحبت میکنید، شما چرا ما با اونا کار داریم؟ حالا البته میدونم شما در آمریکا زندگی میکنید، من خودم هم آمریکا بودم، هستم، میرم و تحصیلاتم هم آمریکا بودم، ولی ما چرا از خودمون مایه نمیذاریم؟ چرا شما خانم شیرین عبادی رو صحبت نمیکنید و شوهر ایشون رو و جریانی که اتفاق افتاده؟ و بعد خانم شیرین عبادی که با تمام احترامی که براشون قائلم، به عنوان یک زن تحصیل کرده ای که جزو سردمدارایی بودن که در زمان شاه ایشون این موقعیت رو پیدا کردن تا درجات عالی رو طی کنن، ولی الان در مصاحباتشون ایشون میگه زنهای ایران الان به حق و حقوق بیشتری رسیدن. خانم دکتر فرنودی، ازتون خواهش میکنم که شما یک مقدار، شما واقعا، من پسندیدم این اقراری که شما فرمودید،
بسیار بسیار جسورانه و بسیار بسیار هوشمندانه و من از شما تشکر میکنم، ولی این رو یه مقدار باز بکنید. همین که شما فرمودید دموکراسی رو در اون موقع گوش من هنوز رو خطم؟ بله بله قربون. بله عذر میخوام. این دموکراسی که شما اون موقع و ماها، من هم همه خطوط من روشن قربون، وقتم فقط ده. یک دقیقه داری. بازم بگم ما اشتباه کردیم، ما خودمون رو با آمریکا و سوئیس مقایسه کردیم. اوکی. ما باید ممنون چمون رو سال 57 ممنون اجازه شنیدیم شما ما چی هستیم و چی بودیم و چی میخواییم. چشم اوکی چشم. اجازه بدید من اول اینو بگم مسئله کلاه رو من حل کنم برای شما. ببینید من یه آدمی هم که خیلی در جریان جزئیات چیزا کنکاش نمی کنم. خانم دکتر نازی اکبری به من گفت که کیهان ابراز علاقه کرده که با شما یه مصاحبه کنه. من خیال کردم کیهان مثل اون موقع های روزنامه است. وقتی از محل اقامتم در لندن داشتم می رفتم بیرون، ریز ریز بارون می اومد و من چون چتر دوست ندارم بگیرم این کلا رو گذاشتم سرم و فکر کردم اونجا میشینیم سوال و جواب از من میکنن، من میگم اونا مینویسن بعد تو انتشارات چاپ میکنن. وقتی که ما رسیدیم تو محل کیهان لندن، من دیدم که دو سه تا دوربین هست و پروژکتور هست. من گفتم مگه کیهان لندن تلویزیونه؟ گفتن که بله ما مدت هاست دیگه به اصطلاح چاپ نمی کنیم، یک به دلیل هزینهش، دو به دلیل اینکه مردم کیهان نمی خونن، بنابراین ضبط می کنیم روی اینترنت می ذاریم و نشریه تصویری شده، صوتی تصویری شده. من یا گفتم که خب من اینجوری اومدم و خب اینجوری چیکار کنم؟ گفتن از نظر شما مگه اشکالی داره ظاهرتون؟ مگه اهمیت میدیم به ظاهرتون؟ گفتم نه، من برام فرق نمیکنه. من اونچه که حرف میزنم برام اهمیت داره. گفتن خب اگه اینطوریه برام فرقی نمیکنه، بفرمایید بشینید جلو دوربین. خودم هم خندم گرفته بود. اگه دقت کنیم میبینید یه جین پامه و این کلاه هم سرمه به خاطر بارون و همین و هیچ چیز دیگری نبود. دوستان به من اشاره میکنن وقت تمام شده. من در هفته آینده از همه شمایی که رو خطوط موندین عذرخواهی میکنم و این مبحث سایه ها رو و فاجعه هایی که سایه های ما به وجود میارن برای ما در طول تاریخ اشاره میکنم و صحبت میکنم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.